احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاد از استکهلم همراه ما هستند. آقای علوی، داریم می‌بینیم که خب طلا فروشان و بازار طلا معترضان، اعتراض و اعتصابشون هر روز داره گسترده‌تر میشه. حکومت به جای در واقع حل مشکلات اونها به اونها برای بازگشایی مجدد واحدهاشون فشار میاره. چرا میترسه حکومت از ادامه اعتصاب اونها؟ در پایه آموزه‌های اقتصاد اجتماعی این اعتصابات، گسترش اون و تداوم اون، بیان انباشت سرمایه اعتماد اعضای این صنف به همدیگه است و البته این اون پایه جامعه مدنی و به هر حال سازمان‌های مردم نهادی است که فعالیت دارند و مدخلیت دارند در سرنوشت خودشون. به موازات این توسعه و تداوم اعتصابات و افزایش سرمایه اجتماعی در این بخش، البته این به این معناست که سرمایه اعتماد اجتماعی به حاکمیت ساقط میشه. به همین دلیل است که تهدیدها یا فرزند تعهدات، قولهایی که داده میشه مقبول نمیشه و این اعتصاب‌ها ادامه داره. و البته این نکته شگفت‌آوری نیست که حاکمیت از اینکه این مؤسسات مردم نهاد، تظاهرات، اعتصابات گسترش پیدا بکنه میترسه، نگرانی داره، چون اگر این اعتصابات سرایت بکنه به سایر سنف‌ها، سایر بخش‌ها، خب این تهدید بزرگی است برای حاکمیت، حاکمیتی که تا الان سعی کرده هر گونه سازمان مردم نهاد یا جامعه مدنی رو سرکوب بکنه. چون اگر قرار است تحولات ساختاری در ایران بشه، یکی از مؤلفه‌های عمدهش همین تکوین سرمایه اجتماعی و سازمان‌های مردم نهادی که الان ما برخی از جلوه‌هاش رو می‌بینیم. سپاس بسیار از توضیحات شما احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاد که از استکهلم همراه ما بودید.